به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس 65 مضمون ریاضی سنفه 7 در این درس ما و شما قطرهای لوزی یا معین را میخوانیم که خود لوزی در حقیقت عبارت از مربعی هست که به اصطلاح زوایایش 90 درجه نباشند چون در مربع ما و شما طول هر زل با هم مساوی داریم و زوایای تشکیل شده در مربع را هم به اندازه قایمه یا 90 درجه داریم در لوزی یا معین ما و شما طول از را با همدیگر مساوی داریم اما زوایای تشکیل شده با همدیگر مساوی نیستن در اینجا ببینین گفته در شکل مقابل اشکال هندسی را نام ببرید این اشکال را که ما و شما داریم در صورتی که دارای طول های مساوی باشند نشان دهنده اشکال چی است لوزی یا معین است که البته هر سه شکل را که ما و شما داریم نشان دهنده شکل لوزی یا شکل چی است یا شکل معین هست که به این ترتیب ما و شما در این درس خصوصیات مربوط به قطرهای لوزی یا معین را میخوانیم گفته یک لوزی را رسم کنید که یک زول آن 4 سانتی متر و یک زاویه آن 50 درجه باشد یعنی یک از زوایا را شما 50 درجه در نظر بگیرید. طبعا زاویه که در مقابلش ما او هم 50 درجه هست و می که مجموعی دو تا زاویه در یک طرف 180 درجه است بنان زاویه بعدیش از 180 که 50 را کم بکنیم 130 درجه باقی میمونه پس به این ترتیب بسیار لوزی را میتونیم با سهولت رسم بکنیم گفته قطرهای این لوزی را رسم کنید زاویه بین قطرهای این لوزی را اندازه بگیرید در مورد آن چی میتوان گفت گپایی که ما شما در این درس میخوانیم در قدمو موضوعاتی است که در مورد البته زوایای تشکیل شده و به می ترتیب وضعیتی که قطرها نسبت به همدیگر در یک لوزی دارند این موضوعی درس ما و شما است که میخوایم خوانیم سوال را که از ما و شما پرسیده این سوال در این درس به اصطلاح خوانده میشه گفته AC و BD دو قطر لوزی ای هست ای بی سی یک لوزی ها معین هست و در اینجا ما و شما ای و بی دی را ای و به همین ترتیب بی دی را دو تا قطر مربوط به لوزی داریم. می خواهیم ثابت کنیم که قطرهای لوزی بر یکدیگر دیگر عمودند یعنی AC سی عمود است به BD. و یا بگیم خط BD دی عمود هست به AC. یعنی در اینجا ما شما بر علاوه یک تقاطع داریم بحث عمودیت را هم در نظر می گیریم پس در نقطه ای AC و BD تحت زاویه 90 درجه یا قائمه یکدیگر را قطع می‌کنند. خب پس در اینجا گفته در لوزی ABCD چه چی چیزا را داریم از لای لوزی با هم مساوی اند از کجا از لای لوزی با هم مساوی هند؟ از اینجا که مربع است و به اصطلاح زوایا به اندازه قایمه یا 90 درجه نیستند بلکه زوایا دو به دو با هم مساوی است بنان پس ضلع AB مساوی با ضلع BC مساوی با ضلع CD و بالاخره مساوی با ضلع AD هست، پس بنان ای از کجا به وجود آمده از ای که در حقیقت شکل لوزی و اصطلاح همو شکل مربعی هست که زوایایشان قایمه یا 90 درجه نیست از طرف دیگر دو تا قطر ای سی و BD دی یکدیگر را چی میکنه؟ یک دیگر را نصف میکند که به این ترتیب قطرها یکدیگر دیگر را وقتی قطع میکند در اون نقطه برالاوی تقاطو هست نصف هم میکند پس لوزی یک متوازی الازلا هست که در متوازی الازلا ما شما گفته بودیم قطرها یک دیگر را نصف میکند در مستطیل هم گفته بودیم قطرها یک دیگر را نصف میکند پس در اینجا ای بی مساوی به ای دی هست ای بی مساوی به چی هست؟ ای دی هست به نانی قطر مساوی به یا بگیم قطری قطر که کامل هست نصف ای بیش مساوی به نصف چی است نصف دیگیش هست که بارد از ای دی باشد. و به می ترتیب AE مساوی به چی است؟ ای سی هست ای ای مساوی است به ای پس قطرها یکدیگر دیگر را نصف می سازد که در اینجا ما شما داشتیم آلی در اینجا وقتی قطرها یکدیگر دیگر را نصف می سازد چی موضوع دیگه هم ما شما می داشته باشیم در اینجا دو تا مثلث ای بی سی را اگر ما شما در نظر بگیریم مثلث ای بی مثلث طرف چی را؟ طرف بالا را و مثلث چی را؟ طرف پایین را بسیار خوب این مسلس ها چی هست؟ متساوی ساقین هست چرا متساوی ساقین هست؟ به خاطر که زل ای, زول ای بی مساوی به زل بی سی هست و به همین ترتیب زل ای دی مساوی به زل چی هست؟ سی دی هست چرا اینا با هم مساوی هستن؟ به خاطر که مربع بوده و طول ازلا کاملا در مربع با هم مساوی است. پس به همین ترتیب ای بی و بی سی با هم مساوی هستن ای دی و CD با هم مساوی هستند اگرچه AD و AB هم با هم مساوی است اما او کار ما و شما نیسته قسمت کار است AB مساوی به BC است و AD هم مساوی به چی است مساوی به CD است از لای یک دیگر مساوی هستند یا از لای یک لوزی با هم دیگر مساوی هستند که گفتیم در قدم مربعی است که زوایشان فرق داره میگه در مثلث متساوی ساقین ABC ای زل AC به دو قسمت مساوی تقسیم شده زل چی؟ زل AC به این ترتیب ای زول را که ما شما داریم به دو سه مساوی تقسیم شده از کجا به دو سه مساوی تقسیم شده از قبلا گفتیم این شکل خود لوزی یا معین یک متوازی الاضلاع هست و در متوازی الاضلاع ما و شما وقتی قطرها را رسم میکنیم قطرها در حقیقت یک دیگر به دو سه مساوی تقسیم میکنه بنان پس ذل سی که ما و شما داشتیم قطر بی سی را بی دی را البته رسم کردیم در حقیقت در نقطه دی به دو سه مساوی تقسیم میکنه. بعد این معنا که بی ای خط مستقیم میانه و ارتفاع مسلس ABC نیز می باشد یعنی بی دی که ما و شما داریم البته البته تا به ای در نظر بگیریم بی ای هم میانه هست و هم به همین ترتیب خط مستقیم است که مسلس را به دوی سه مساوی تقسیم میکنه که میانه معمولا امی خصوصیت را دارد. گفته چون در نقطه ای خط مستقیم بی ای عمود بر ای سی و همچنان در نقطه ای خط مستقیم ای عمود بر AC می باشد در نتیجه BD عمود است بالای چی؟ بالای AC که به ترتیب شما ببینید ما و شما در اینجا بی امود ای عمود داشتیم بالای خط AC و به می ترتیب ای دی عمود داریم بالای خط AC. و اگر نظر به خط بی دی در نظر بگیریم EC هم عمود است بالای بی دی و ای, ای هم عمود است بالای چی؟ بالای بی دی پس در نتیجه اینا یک دیگر را به صورت عمود قطع میکنه کدام دوتا؟ دو تا قطری که ما و شما داریم در ای لوزی یا معین که یکی بی دی باشد دیگه شم ای سی باشد بنان بی دی عمود است بالای چی بالای ای سی که به این ترتیب ما و شما داریم آل یک مثال بر ما و شما گفته گفته در شکل مقابل ای سی و بی دی قطرهای ای بی سی دی می باشند یا قطرهای لوزی یا معین ای بی سی دی می باشن. اگر در اینجا a ای مساوی به A2 ببینین a طرف است مساوی به با چی باشد مساوی به با A2 باشد که اینا مساوی به همدیگر هستند به خاطری که وقتی ما شما قطر را رسم میکنیم در حقیقت قطر خاصیت میانه را داره یا خاصیت ناصف زاویه را بگیم داره که در حقیقت زاویه ای را به دوی سه مساوی چی میکنه؟ تقسیم میکنه و به همین ترتیب 35 و 36 هم با هم دیگر مساوی باشد و اینا مساوی به چند درجه باشد؟ مساوی به با 60 درجه باشند یعنی زاویه A یک، زاویه ای دو، زاویه سی پنگ، زاویه سی شش هر کدامشان با هم دیگر مساوی هستند و قیمت هر کدامشان به صورت جداگانه اگر در نظر بگیریم مساوی به 60 درجه است. اندازه زوایای های B3, B4, d و D8 را دریابید کدام زوایا را گفته؟ B3, B4, D7 و D8 را که در اینجا بر ما شما گفته چون مسلس های A, B, E به همین ترتیب B, C, E, B, C, البته مسلس بعدی ما و شما B, که در اینجا هست مثلث CDE CDE و به همین ترتیب ADE که مثلث سمت چپ هست قایم زاویه می باشد بنابراین ما شما میتونیم تانیم سهولت اندازه زوایا را دریافت بکنیم که به این ترتیب شما ببینید چطور میشه اندازه زوایا را ما شما دریافت بکنیم اول یک لوزی یا معین را رسم میکنیم به این ترتیب ما و شما یک لوزی یا معین را داشته باشیم که البته ای از طرف پایین یک مقدار بیشتر هست میشه که طرف پایینش هم نسبت به بالا دارای طول های مساوی رسم بکنیم به این ترتیب اگر طول هم خیلی فکس مساوی نباشد شما میتونید با استفاده از خط کش به صورت درست طول ها را مساوی رسم بکنین که به این ترتیب آل یک قطر رسم میکنیم که قطر اولی باشد و به این ترتیب قطر دومی را رسم میکنیم که به این شکل هست در این لوزی یا که ما و شما در اینجا داریم البته این قسمت را یک مقدار میشه قطر را درستتر و دقیقتر رسم بکنیم به این ترتیب حال ما و شما چی خصوصیات را داریم؟ اول A, B, C, D نام لوزی ها معین در نشته میکنیم A, B, C, D و به می ترتیب نقطه تقاطع ای e هست هر کدام از اینا دو تا زاویه را تشکیل کرده برای ما و شما به خاطر که توسط قطرها جدا شده و به می ترتیب اینجا زاویه 3 و 4 زاویه 5 و 6 و بالاخره در پایین زاویه 7 و زاویه چی هستند زاویه 8 هستند برای ما شما چیزایی که در ابتدا گفته بود گفته بود که زاویه A1 A1 مساوی است با A2 که خاصیت قطر ها است مساوی است با C5 مساوی است با C6 C5 C6 و اینا چی هستند 60 درجه هستند این یک بحثی که ما شما در اینجا داشتیم آل چند تا مثلث داریم چهار تا مثلث یک مثلث دو مثلث سه مثلث و بالاخره چهار تا مثلث داریم که خاصیت قطرهای لوزی توری است که وقتی نوک وقت در قطع میکنن تحت زاویه 90 درجه قرار میگیرد کدام زوایا از ما و شما خواسته زوایایی که از ما و شما خواسته عبارت از زوایای بی سه بی چار بی سه که البته مساوی به چند میشه به می ترتیب بی چار به همین ترتیب دی هفت و زاویه آخری که از ما و شما خواسته عبارت از زاویه چی است زاویه دی هشت است که ایره ما شما باید دریافت بکنیم پس به این ترتیب آل ما و شما وقت میخوایم دریافت بکنیم بیاین که یکی از این مثلث ها را در نظر بگیریم مثلا مثلث اگر مثلث اولی در نظر بگیریم مثلث A B ای را در نظر میگیریم مثلث چی را ای با ای. به این ترتیب مثلث را در نظر میگیریم این مثلث چی خصوصیت داره مثلث قائم الزاویه است در اینجا زاویه قایمه خود طبعا 90 درجه هست و زاویه ای یک رم برای ما شما به اندازه چند درجه گفته؟ به اندازه 60 درجه گفته بناهن پس اگر ما از زاویه قایمه یا به اصطلاح بگویم امرای زاویه دیگه جمع بکنه میشه مجموعش باید 180 درجه شد به خاطر که مجموع وسط زوایای داخلی در یک مثلث مساوی به 180 درجه است خب در اینجا پس ما و شما مثلث ای را که در نظر گرفتیم زاویه ای یک جمع زاویه ای که البته ای زاویه است جمع زاویه بی سی باید مساوی به با چند شود مساوی به 180 80 درجه شود اگر چه میتونیم به طریق دیگه هم بگیم که در کتاب شما با اون ترتیب گفته میشه بگیم زاویه خو 90 درجه هست مجموعی دو تا زاویه باید چند درجه شود 90 درجه شود این رقم هم میشه که ما شما دریافت بکنیم که از اون طریق هم بعدا محاسبه میکنیم جواب بردوشون باید یک چیز باز بدست دست بیاید پس با این ترتیب ای یک را ما شما مساوی با 60 درجه داریم جمع ای را مساوی با 90 درجه داریم بی سه زاویه است که می‌خوایم دریافت کنیم و یا مساوی به 100 80 درجه است 90 را جمع شست کنیم میشه 150 درجه جمع بی 3 مساوی است به 180 درجه پس بی 3 ما مساوی است به 180 درجه منفی 150 درجه پس بی 3 ما مساوی است به 30 درجه از 180 که یک به کم شود مساوی به چی میشه؟ مساوی به سی درجه میشه پس زاویه بی سی را ما دریافت کردیم اگر از طریقه دیگه هم محاسبه کنیم مثل که قبلا گفته میشه ای زاویه ای خو نوت درجه هست مجموعی دو تا زاویه ای یک و بی سی هم باید مساوی به با نوت درجه شود پس نوشته میکنم ای یک جمع بی سی باید مساوی شود به نوت درجه مثل که در کتاب شما دریافت کردم. در اینجا ای یک را ما به اندازه 60 درجه داریم میبینید در اینجا یک ای 60 درجه است جمع B C را که داریم مساوی با 90 درجه B C مساوی است با 90 درجه 60 درجه را کسمتراوس انتقال به معلومش منفی میشه پس B C مساوی است با از 90 که 60 کم شود مساوی با چند درجه است مساوی با 30 درجه است مثل که قبلا هم و شما دریافت کردیم پس به این ترتیب آل ما و شما میفهمیم که در اینجا زوایا دو به دو با هم مساوی است یعنی زاویه A کاملا یا بگیم به صورت کل مساوی به زاویه چی است C است وقتی که ما زاویه A1 را مساوی به 30 درجه دریافت کردیم A1 مساوی به چی است A2 است و مساوی است به C5 مساوی است به C6 پس به این ترتیب اینا با هم دیگر کلشان مساوی است و مساوی به 30 درجه است که در اینجا پس ما و شما زاویه‌های A1، 2 ای و به ترتیب 35، و 36 را از قبل داشتیم. آل زوایای B3، B4، D7 و D8 را می توانیم که دریافت بکنیم. البته B3 را از قبل دریافت کردیم مساوی با سی درجه است. بناً در این زاوی زاویه b مساوی با زاویه چی است بی B3 است. به همین ترتیب که ما و شما زوایا را دو ب دو با همدیگر چی داریم؟ در لوزی یا معین مساوی داریم. پس بناً ان وقتی که زاویه سی سی بی سه و بی چار با هم دیگر مساوی باشد به خاطر که ای توسط یک میانه یا بگیم ناصف زاویه به اصطلاح به دوی سه مساوی تقسیم شده بود به همین ترتیب مجموع هر دو زاویه سه و چار در رأس بی مساوی به مجموعی هر دو زاویه هفت و در رأس دی میشه بنابراین پس به این ترتیب زوایای بی سه و بی چار مساوی به دی هفت و دی هشت هم هستند پس اینطور نشتا کردم میتونیم که زاویه بی C مساوی است به زاویه بی چار مساوی است به زاویه البته دی هفت و بالاخره مساوی است به زاویه دی هشت که به این ترتیب ما شما داریم زاویه دی هفت و مساوی به زاویه دی هشت دی هفت مساوی است به زاویه دی هشت و مساوی به چند درجه است؟ مساوی به سی درجه است و یعنی ما شما اگر تنها زاویه بی سی را دریافت کردیم دیگر زوایه چون با هم دیگر مساوی بودن بی چار دی هفت و دی هشت هم به بی سی قیمت هایشان مسایب سی درجه میشه قطرهای لوزی با هم دیگر عمود و یک دیگر را نصف میکنن که ما و شما ایرا نظر به مثال کار کردیم یاد گرفتیم که قطرهای لوزی با یک دیگر عمود هستن و یک دیگر را نصف میسازن حال یک تمرین ما و شما داریم ببینید در این تمرین کدام مسائل از ما و شما خواسته و چطور میشه که ما قیمت ها را دریافت بکنیم گفته آیا قطرهای لوزی زاویه های رس را نصف میکنند؟ یعنی ما و شما وقتی قطر رسم میکنیم زاویه مربوط به رس امو طرف را نصف میسازه و یا خیر مثل که در اینجا قطر ما و شما رسم کردیم یا در کتاب رسم کرده داریم شکی از نقطه A به نقطه C وصل شده به این ترتیب که ما و شما داریم نقطه A به نقطه چی وصل شده؟ به نقطه C وصل شده پس گفته آیا قطرهای لوزی رس را نصف میکند و یا خیر بله این قطرها خاصیت میانه را هم داره یعنی ای که با اصطلاح به خاصیت ناصف زاویه و میانه را دارند که زاویه مربوط بر رس را به دوی سه مساوی تقسیم میکند پس بله نصف میکند و به دو سه مساوی به اصطلاح تقسیم میکند گفته آیا در لوزی قطرها با هم مساوی با یکدیگر عمودند در لوزی قطرها با هم دیگر مساوی نیستند ولی بالای همدیگر عمود هستن به با این معنا که ما و شما در اینجا اگر قطر AC را رسم کرده داریم قطر DB را رسم کنیم AC مساوی به DB و یا BD نیست ولی بالای همدیگر عمود قرار می گیرن به این ترتیب که ما شما رسم کنیم بالای همدیگر چی میشه عمود قرار می گیرن. سوال سوم گفته آیا قطرهای معین یکدیگر را نصف می کنن؟ بله یکدیگر را نصف می سازد که نظر به مو خصوصیت ما شما می استفاده کنیم و به ترتیب اگر قسمت یک یک قسمت از قطر را داشته باشیم میشه قسمت دیگر را دریافت بکنید سوال چهارم گفته آیا معین یا لوزی به اصطلاح یک متوازی الاضلاع هست بله یک متوازی الاضلاع هست که به اصطلاح دو به دو با, با همدیگر موازی هستند و زوایا هم دو به دو با همدیگر چی هستند مساوی هستند گفته در این شکل معین یا لوزی در صورت یک زاویه آن 35 درجه باشد مقدار زوایای یک به همین ترتیب دو به همین ترتیب سه 4 و 5 را محاسبه کنید ببینید ما شما این زاویه را 35 درجه داریم زاویه 1 هم مساوی با 35 درجه است البته a 1 زاویه c ج... هم مساوی با 35 درجه است زاویه سی 4 هم مساوی با چند درجه است مساوی با 35 درجه است بحثی که در اینجا داریم چی است برای زاویه البته b بی 2 و d 5 چگونه میشه که دریافت شود در اینجا ما میفهمیم که اگر یک قطر رسم بکنیم این با اصطلاح دوتا تا مثلث در طرف بالا دو تا به طرف پایین شکل میگیره وقتی زاویه را 35 درجه داشته باشیم با رسم قطر یک زاویه قایمه 90 درجه تشکیل میشود پس 35 را جمع کدام زاویه دیگه بکنیم تا مساوی به 90 درجه شود 35 درجه را اگر ما و شما با 90 درجه در نظر بگیریم پس به این ترتیب کدام زاویه باشد که جمع 35 درجه شود و مساوی به چی شود 90 درجه شود x یا به اصطلاح زاویه که یک طرف دی میشه پس به این ترتیبی مساوی است به 90 درجه منفی 35 درجه از ده که پنج کم شوه پنج باقی و به ترتیب اینجا هشت مانده از هشت که سه کم شوه پنج باقی مساوی به با چند میشه 55 درجه پس به این ترتیب ما و شما زاویه دی پنج را البته یک قسمت طرف بالایش اگر در نظر بگیریم به اندازه 55 درجه داریم پس طرف پایین رقم راش در نظر بگیریم دو تا 55 110 درجه میشه بینان زاویه d 5 110 درجه و زاویه بی دو هم مساوی به 110 درجه است که به این ترتیب ما شما دریافت کردیم درس امروز ما هم در همینجا به پایان میرسه با پایان رسیدنی درسی فصل ما شما هم خلاص میشه امیدوار هستم که خلاصه فصل و تمرینات مربوط به فصل را هم خوب بخوانین و کار کنین تا اینکه خوب موضوعات مربوط به این فصل را یاد بگیرین تا یک درس بعدی از مضمون ریاضی صنف هفتم همه شما را به خداوند بزرگ بنیاز میسپارم موفق باشید